برد شدن خسارات هنگفت مالی و جنی در حمله گروهی بر مؤسسه فاملرنه در شهر کابل. انتقاد جدی مشان جرگ بستران حکومت در پیوند به وضعیت جاری در کشور. با آغاز نشست سران سازمان آسان در لوبوس. برام خدا و با عرض سلام به مجموعه خبری این ساعت از کابل نیوز خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 15 سنبله سال 1395 اجری شمسی که برابر می شود به ششم ماه سپتامبر سال 2016 میلادی. مشروع خبرها. حمله موتربم و گروهی بر مؤسسه خیریه پاملرن در کابل در کنار تلفات جانی خسارات هنگفت مالی را نیز بر جا گذاشته است. این حمله ناوقت شب دوشنبه در ساحه شهر نو کابل با انفجار نیرومندی آغاز شد و پس از درگیری 12 ساعته با کشته شدن 4 مهاجم انتحاری به پایان رسید. مسئولان امنیتی میگویند که در این حمله تنها 6 فرد ملکی زخمی شدند، اما شاهدان عینی تعداد کشته ها و زخمی های این رویداد را بیشتر از این میخوانند. پس از انفجار روز دوشنبه در برابر در ورودی وزارت دفاع ملی ساعت 11:30 شب، انفجار نیرومند دیگر شهر کابل را تکان داد. 4 تن از مهاجمان موتر پر از مواد انفجاری را بر ساختمان مربوط به موسای خیره پاملرنه منفجر کردند و پس از آن 3 تن از مهاجمان داخل این ساختمان شده و به درگیری با نیروهای افغان افتادند. این حمله بالاخره پس از درگیری 12 ساعته با کشته شدن 3 تن مهاجم به پایان رسید. درگیری میان نیروهای افغان و مخالفان مسلح بالاخره پس از 12 ساعت به پایان میرسد. اما آنچه که مقامات امنیتی میگویند در این رویداد هیچ کس کشته نشده و تنها 6 تن زخم برداشته است. شاهدان و عینی باز تعداد کشته شدگان را 15 تن عنوان میکنند. 3 مهاجم که جای گرفته بودن اونا توسط نیروهای ویژه پلیس از بین برده شدن و یک مهاجم هم که در قدم اول با واسطه انتحاری خود انتحار کرده بود، در جمله 4 مهاجم بودن. فقط ما در این قضیه 6 نفر زخمی داریم که تمامشان دوباره بعد از تداوی سرپا از شفاخانه رخصت شدن و صرف 2 نفر تحت تداوی قرار داره. هرچند مسئولان امنیتی میگویند که در این حمله تنها 6 فرد ملکی زخمی شدند، اما شاهدان عینی تلفات این رویداد را بیشتر میخوانند. ما فکر کردیم که زلزله است، اما دیدیم که نه، زلزله نبود، یک انفجار بسیار قوی بود. در ارتباط این انفجار فیر گلوله ها بود از دو طرف. ما در مسیر را در محاصره ماندیم تا به ساعت 1 به شب ما در این منطقه بودیم. جنگ شدید رخ داد. بعد نیروهای دولتی رسید. در حدود ساعت باشد یک 30-35 نفر زخمی بوده باشد. دیگه کشتهش اوقات زیاد نیدیم، شاید کشته در حدود 15-16 نفر بوده باشد. شهر نو کابل به سطح کشور ساحه بزرگ تجارتی شمرده می شود، اما این حمله به مارکت ها و دکان های موجود خسارات هنگفت مالی وارد کرده است. دروازه ها و شیشه های دکان ها و مارکت های تجارتی شکستند و اموال تجارتی زیاد از بین رفته است. چه دار اولادار از دیم اینجا غریب کاری میکن. این دکاندار ها را کلش همه شناس این میجا خیاتا بودن، زخمی شدن خونهایشون دیگهشون. شب تا صبح ما این میجا بودیم، مگر حکومت نامد که ایجا کی مرد کی زنده پایی. انفجار به اندازه نیرومند بوده که لا 1 کیلومتری ساحه روی داد. بیشتر دکان ها و مارکت های تجارتی خسارمند شدند. دکانداران این ساحه میگویند که در این رویداد با آنها میلیون ها افغانی خساره وارد شده است. بررسی که شو از میلیون دلار مردم خساره زیاد کرده. دیگه این حالت که مردمی که در خارج است از خود افغانستان کرده به زودترین فرصت او را میبینند. دیگه چه رقم دل کنند که بیان داخل افغانستان سرمایه گذاری کنند. 100 میلیون زیادتر است. 7 یک 7 10 لک 12 لک 1 میلیون 2 میلیون خیره به خود ما خساره است. 3 منزل خانه ما از کل شیشه و دروازه و کلش پریده رفته. در هر دکاندار از اقل 5000 تا 10000 دلار خساره رسانده. میبینید که برای ما هیچ چیزی نمونده. مال اموال کسی هم کلش
زیر خاک است، شیشه است، دور است، کلش بیکار است. اگر تخمینه حساب کنم شاید $1,00,000 ما خساله فی دوکان دیده. رئیس جمهور غنی، حامد کرزایی، رئیس جمهور پیشین، رئیس اجرایه و برخی از سفارت ها و سازمان های بین المللی این حمله را به شدت محکوم کردند. پس از حمله دستجمعی بر پوهنتون امریکایی افغانستان، این دومین حمله دستجمعی است که در شهر نو کابل انجام می شود. اما انتقادها بیشتر بر این است که جنگجویان مسلح چگونه با وجود تدابیر گسترده امنیتی موتر مملو از مواد انفجاری را تا مرکز شهر می رسانند، اما جلب آنان گرفته نمی شود. پس از انفجار نخست روز دوشنبه مسئولان امنیتی برخورد غیر مسلکی کردند. آگاهان نظامی میگویند که مسئولان امنیتی پس از رویداد عجولانه و بدون توجه به تهدید موجود در ساحه رویداد اقدام میکنند که این کار سبب تلفات آنان میشود. از سوی دیگر آگاهان سیاسی میگویند که اختلافات و بی‌باوری ها میان سران حکومت وحدت ملی به طالبان مسلح فرصت داده است تا حملاتشان را در کابل پایتخت کشور نیز مانند ولایات دیگر شدت ببخشند. طالبان مسلح روز دوشنبه با دو انفجار پیهم در برابر در ورودی وزارت دفاع ملی با تعداد زیاد از نیروهای امنیتی تلفات وارد کردند. طالبان مسلح پس از انجام انفجار نخست از یک تکتیک جدید کار گرفتند و یکی از مهاجمان انتحاری این گروه که لباس اردوی ملی را بر تن داشت خودش را زمان منفجر کرد که مسئولان امنیتی مصروف جمع‌آوری قربانیان انفجار نخست در ساحه بودند. در این رویداد 35 تن کشته و نزدیک به 100 تن دیگر زخمی شدند که در میان آنان مسئولان مهم امنیتی نیز شاملند. در این رویداد جنرال محمد زمان احمدزی معاون ریاست محافظت رئیس جمهور نیز کشته شده است و یک محافظ دیگر این ریاست به نام محمد اشرف زخمی شده که در حال حاضر در شفاخانه سردار محمد داود خان زیر تداوی قرار دارد. همچنان در این رویداد جنرال رازق پنچیری معاون لوای حمایوی وزارت دفاع ملی، دگروال شریف مدیر مواد نفتی و لوجستیک وزارت دفاع، مولانا صادق مدیر شهری امنیت ملی، سید زمان حسینی عامر حوزه دوم امنیتی و احمد سالنگی معاون این حوزه کشته شدند. آگاهان سیاسی میگویند که اداره های امنیتی پس از رویداد واکنش غیر ملکی نشان میدهند و اکثر اوقات در ساحه رویداد مسئولان اداره های نیز تجمع میکنند که هیچ گونه مسئولیت در قبال رویداد نمیداشته باشند. از یک طرف غیر مسلکی و وارخطایی است و از طرف دیگه احساس میشه که در بین نیروهای امنیتی دشمن نفوذ کرده. دشمن به یک نحوی سناریو بازی میکنه تا تلفات ما زیاد شد. طول ارگانونو که اگه اشخاص و افراد وجود را بستری وی، چه اگه مسلکی وی، اگه دلسوز وی، اگه تحصیل کلی وی، او اگه مسئولیت اخیسته ایس وی. یعنی ضوابط قوی وی، روابط ضعیف. لاسوهنی در طول قطعه وی. دای باید کلی وی. چه باید وکم آینده که؟ چه پیخی چه پرون سوی دی؟ چه پیخی چه ابل او را سوی دی؟ چه پیخی چه یومی از سوی مخی سوی دی؟ در طول باید برسی سی. یک نوع سراسیمگی و آشفتگی و دستپاچگی دامنگیر کسانی که در همه بخش‌های کشوری هستند و به خصوص در بخش امنیتی کاملا هویدا هست. عدم هماهنگی بین سکتورهای امنیتی ما به کمال تأسف امروز استخبارات ما در وضعیت قرار داده که آگاه نیست که در کدام گوشه چی اتفاق میفته. آگاهان نظامی میگویند که طالبان مسلح با استفاده از اختلافات جاری رهبری حکومت وحدت ملی و بی‌باوری های موجود میان سران این حکومت اهدافشان را تعقیب می کنند و حتی حملاتشان را در کابل پایتخت کشور نیز شدت دادند. دیگه طول ارگانون پاس نیونی ترکت پوری بیتفاوت دی زانت مغرور دی به شخصی منافی و بسی گردی دیدی مطلب وطن نسته بلکه مقام چوکی ده و چور و چپاول سرخته دی آده دی نه دخمن دی رخه موقع بلاس رانی او خیلی استفاده که هم دقا دیدی ما بین که دقا به اصطلاح چه بی باوری موجوده ده چه یا بل بانی باور نلری یا بلتا دقا دقا اندشنه ناستی در قطع ارگانوت هم تأثیر داری. حکومت خیلی بیکفایت است و دشمن هم خیلی شریر و بیرم و مردم افغانستان هم بیتفاوت
در مقابل همین وضعیت. اگر مردم افغانستان در راه نجات خود از بی‌کفایتی حکومت و از شریر بودن دشمن گامی بر ندارن، آهسته آهسته به تدریج همه خواهد مرد و اینا خیر سرانه حکومت خواهد کرد. آگاهان سیاسی میگویند که پس از اعلام کمک های نظامی هند به افغانستان این حملات شدت پیدا کرده است. با باور آگاهان سیاسی، پاکستان تلاش میکند تا با این گونه حملات برای خدشه‌دار ساختن رابطه افغانستان به هند یک نوع فشار وارد کند. مشان جرگه میگوید که اختلافات میان سران حکومت وحدت ملی سبب ناامیدی مردم و بی‌باوری آنها بر نظام شده است. سناتوران که به تازگی از رخصتی های تابستانی برگشتند میگویند که حکومت فعلی تنها نمایندگی از دو تیم میکند و هشدار میدهند که ادامه این وضعیت کشور را با بحران بزرگ مواجه خواهد کرد. اعضای مشان جرگه میگویند که اختلافات مقام های حکومتی بر سر قدرت بر روحیه نیروهای امنیتی تأثیر منفی بر جا گذاشته است و به همین دلیل ولسوالی ها یکی پی دیگر به دست طالبان مسلح سقوط میکنند. اعضای مشان جرگه در نخستین نشستشان پس از رخصتی های تابستانی از وضعیت جاری در کشور ابراز نگرانی کردند و میگویند که دامه اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه بر سر تقسیم قدرت کاسه صبر مردم را لبریز کرده است. سناتوران میگویند که وضعیت فعلی مردم را ناامید ساخته و باورشان را بر نظام از دست دادند. اعضای مشان جرگه میگویند که سران حکومت وحدت ملی توانایی مهار وضعیت فعلی را ندارند و به باور آنان ادامه این حالت افغانستان را با بحران بزرگ مواجه خواهد کرد. اونمو مخالفت های داخلی، اونمو زدودبنها، اونمو ایواز زوابط روابط، اونمو مسئلیت های تیمی، گروهی، اختلافات، گفگذار است که مملکت به طرف ناامیدی و یعص و بدبختی برده رایسته. در خود تو اشخاص و افراد و دل و لپاره خودی ولست قربانی ندور کرده، دست ورست کلده لست راورده، در طول بعد محفوظی دل پر بده و گرانتی موجوده بید، مگ بزده دی آیا همی لسیدی وحشت ده. بیاورستان نشو. بیاد خدا هدفتان اگر رئیس اجرایه شدن بود، رئیس جمهور شدن بود رسیدین، اما از این زیاد خون مردم و ملت مظلوم افغانستان را نریزانین و مردم هر روز نانشان را در خون تر نکنین. اعضای مشان جرگه میگویند که سقوط پیهم ولسوالی ها نشان میدهد که سربازان در خط مقدم جنگ از وضعیت جاری خسته شدند. سناتوران میگویند که مهار وضعیت امنیتی از توان حکومت خارج شده است و ادامه آن خسارات جبران ناپذیر برای افغانستان خواهد داشت. طالبان مست معلوم ده په یو ډیر قوت باندې لډیر ولسوالۍ څخه نفر دغه کوي یو ځای کوي په یو ډیر قوت باندې حمله کوي، اما متاسفانه چې زموږ له مرکز څخه هغوی ته په وخت زمان سره کومکونه نه رسیږي تر څو چې هغوی سقوط کوي، بیا وروسته له هغه څخه بیا یوه هفته دوه بعد چې هغه زخمیان هم هلته پاته کیږي او شهیدان هم هلته پاته کیږي. عدم تفاهم بین رهبران وحدت ملی باعث نگرانی مردم هست. سفرهایی که ما با ولایات هم داشتیم نگرانی مردم از لحاظ روحی و روانی مردم آسیب میبینند. بی ملی وحدت دی حکومت دی رهبران تر مابین مسلط بی اتفاقی ده، امید داده ای که زموږ رهبران سیاسی او اجتماعی مشکلات و تپکتو سره خپل سلیقوي برخوردونه خپل شخصی غوښتنې تر یوه لویه تیګه لاندې کړي. اعضای مشران جرگه میگویند که سران حکومتی به نشست های کمیسیون ها حاضر نمی شوند و هشدار می دهند که اگر این وضعیت تغییر نکند آنان نیز از بحث در رابطه به قوانین مربوطه خودداری خواهند کرد. قانون ثبت احوال نفوس در نشست کابینه با برخی تعدیلات تایید شد. ارگ ریاست جمهوری میگوید که قانون ثبت احوال نفوس روز گذشته از سوی مامان دومر جمهور در نشست کابینه پیشکش شد که با آوردن برخی تعدیلات از سوی کابینه تایید شد و فیصله شد تا بر اساس ماده 79 قانون اساسی فرمان تقنینی در رابطه به آن ترتیب و توشیح شود. بر اساس معلومات در تذکره های الکترونیک در جای کلمات اسلام و افغان از سوی کابینه نهایی شده و به وزارت مخابرات دستور داده شده است تا کارهای تکنیکی در بخش طراحی و توزیع این تذکره ها را آغاز کند. کابینه د نفوسو د احوال د ثبت قانون د ځینو مادو د تعدیل د تایید ترڅنګ پریکړه وکړه تر څو د افغانستان د اساسي قانون د 90 مادې له صراحت سره سم د هغه تقنیني فرمان ترتیب او توشیح شي. گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در 6 ماه نخست سال جاری بیش از 200 هزار افغان از مناطقشان بیجا شدند.
مسئولان محلی ولایت هلمند تایید میکنند که تنها در نتیجه جنگ مهاجری 5000 خانواده از مناطق جنگ زده ولایت هلمند بیجا شدند. بیجا شدگان ولایت هلمند که علاوه بر سرکهای شهر لشکرگاه در دکانها نیز جا گرفتند، میگویند که تمامی دارایی های زندگیشان را از دست دادند و در حال حاضر روزها و شبهای دشواری را سپری میکنند. سازمان ملل متحد گزارش تازه ای را در رابطه با شمار و وضعیت بیجا شدگان داخلی جنگ افغانستان آماده کرده است که قرار است به روز چهارشنبه به محشر برسد. بر اساس این گزارش در 4 سال گذشته به دلیل ادامه جنگ در افغانستان 1.2 میلیون افغان از خانه ها و مناطقشان بیجا شدند که از این میان تنها 229 هزار تن آنان در 6 ماه نخست سال روان میلادی از مناطقشان بیجا شدند. دفتر والی هلمند میگوید که تنها در یک ماه گذشته بیشتر از 5000 خانواده از مناطق مختلف جنگ زده ولایت هلمند به لشکرگاه مرکز این ولایت و ولایت همجوار پناه بردند. سازمان ملل هشدار می‌دهد که اگر جناح‌های درگیر در جنگ افغانستان از ادامه جنگ در مناطق مسکونی دست بر ندارند، با حکومت افغانستان و اداره‌های کمک کننده با خانواده‌های نیازمند کمک نرسانند، با سرد شدن هوا افغانستان با فاجعه بشری روبرو خواهد شد. خانواده هایی که به دلیل جنگ در ولایت هلمند از خانه هایشان بیجا شدند میگویند که تمامی وسایل خانه هایشان را در خط مقدم جنگ در خانه هایشان رها کردند، خاصراق زمین هایشان را جمع آوری نکردند و موادی که برای آنان توزیع شده است تنها شامل مواد خوراکی می باشد و می افزایند که مواد اولیه ضروری دیگر برای سپری کردن شب و روز را در اختیار ندارند. چنجه را سر اقل این قرون مدک پاته دید اول مدک وشته نده چیز مر زید امنیت کهیش مر خپل خورو تا بلار شد قرون مدک پاته دید بیا چی امنیت نیکیدی مر در مرست ایتیار جیشه مولادی را بود ازان سر اخلاص مداد حکومت دیر کمک دیش مستری بود. امنیت منطقه ما خوب خراب است، از نادلی ماجر شده گیستیم، همین دولت کمی کمک میکند کفایت خونه میکنه، بازم گزاره میکنه، اما کسایی که مستحقش است باید کمک دولت برای زمو برسه. چوک چی نیوه که لری که رسی یست ماجرین ترسی مربوطا ارگانو تا ورسی اگه اصنادونو چی موش پلاس که لرو هغه طول در هر ارگان سر شریکوال ایسو چی دقا کسان دی که دیسی دی تسکینو نمبرو نو بوری چی بلو نو بوری او مربوطا ملکان یا ادامه جنگ در ولایت هلمند در کنار ایجاد مشکلات برای اداره های دولتی، زندگی افراد ملکی را نیز با دشواری های زیادی روبرو کرده است و خانواده های بیجا شده بیم از آن دارند که با گسترش دامنه جنگ در لشکرگاه زندگی آنان با موج تازه از تهدید روبرو خواهد شد. مسئولان محلی ولایت پکتیا میگویند که ولسوالی جانیخیل را دوباره از جنگجویان مسلح تصرف کردند. مسئولان محلی این ولایت میگویند که هنگام بازپسگیری ولسوالی تلفات سنگینی را به مخالفان مسلح وارد کردند و میافزایند که قماندانان بلندپایه شبکه حقانی و نظامیان پاکستانی نیز شامل کشته شدگان هستند. اما نمایندگان پکتیا در شورای ملی میگویند که حکومت در سقوط و بازپسگیری ولسوالی جانیخیل سهلنگاری کرده است. طالبان مسلح 1.5 هفته تمام پس از سقوط ولسوالی جانیخیل پکتیا بر این ولسوالی تسلط داشتند، اما عملیات نیروهای افغان برای بازپسگیری این ولسوالی بالاخره شب سه‌شنبه موفقانه انجام شد و نیروهای افغان توانستند تا این ولسوالی را دوباره از مخالفان مسلح تصرف کنند. مسئولان محلی پکتیا میگند که هنگام بازپسگیری ولسوالی جانیخیل تلفات سنگین را به مخالفان مسلح وارد کردند. به گفته آنان در این جنگ در روزه 5 تن از قماندانان بلندپایه شبکه حقانی، 3 تن از نظامیان پاکستانی به شمول یک افسر آنان و بیشتر از 2 سر جنگجوی مسلح را کشتند.
تیرشپا د پکتیا جانخیل ولسوالی د افغان امنیتی ځواکونو لاس ته ورغله. اوس دغه ولسوالی د افغان امنیتی ځواکونو په بشپړ کنټرول کې ده. د وسلوالو طالبانو هیڅ ډول مقاومت دغلته نه لیدل کیږي. د تیرو لس ورځو بریدونو او جګړو په ترڅ کې تر 200 زیات وسلوال مخالفین وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. په وژل شوو کې د 15 تنه د حقانی شبکې قومندانان شامل دي. همداراز یو تن پکې پاکستانی افسر او درې پوځیان شامل دي. اما تاخیر در عملیات برای بازپسگیری این ولسوالی انتقادهای جدی نمایندگان پکتیا را در شورای ملی برانگیخته است. نمایندگان پکتیا در شورای ملی ادعا می کنند که ولسوالی جانخیل به دلیل بی‌توجهی حکومت به خصوص اداره های امنیتی سقوط کرده است و سهل‌انگاری آنان سبب شد تا عملیات بازپسگیری این ولسوالی بیشتر از یک هفته طول بکشد. طول تبداویل سعه خلق راضی لارت منطقه چخراجی لزرمت وردی لزور منطقه وردی او غواری چه جانخیل و لسوالی سکوت وکی او دا و لسوالی نسی او موقعیت لری سی بیای نوال دیر مشکل دی خدا یت غور و نگارا ایت اهمیت ورد که دی خبریتا لبل اخوان چه خیر مهمات رو ولی رل آقای مهمات هم طول دیگه پلاس ورد که دی آل تا یو چه بمبار شروع کرای وی شاو خواه که دغا سی لسوالی سکوت نکارو. نیروهای امنیتی ولسوالی جانخیل را در حال تصرف می کنند که پیش از این نمایندگان پکتیا گفتند که شبکه حقانی تلاش می کند تا در این ولسوالی مراکز بزرگ نظامی ایجاد کنند و از اینجا ولسوالی های دیگر پکتیا و خوست را تهدید کنند. در سال جاری میلادی 10 تن از خبرنگاران کشته شدند و 70 رویداد خشونت در برابر آنان ثبت شده است. مرکز هماهنگی خبرنگاران میگوید که رویدادهای خشونت در برابر خبرنگاران رو به افزایش است و از حکومت میخواهد تا برای جلوگیری آن اقدامات عاجل نماید. آنان در کنار مشکلات امنیتی از مشکلات در قانون دسترسی به اطلاعات نیز سخن میگویند و به گفته آنان این قانون نارسایی هایی دارد که خبرنگاران را هنگام کار با دشواری مواجه میسازد. سال جاری 2016 خونین ترین سال برای خبرنگاران خوانده می شود. مرکز هماهنگی خبرنگاران می گوید که در سال جاری 10 خبرنگار کشته شده است و 70 رویداد خشونت بر ضد خبرنگاران ثبت شده است و علاوه بر گروه های مسلح جنگجو از سوی اداره های امنیتی و ملکی حکومت افغانستان نیز رویدادهای خشونت در مقابل خبرنگاران ثبت شده است. در طول سال 2016 ما 10 خبرنگار بدبختانه از دست دادیم. 10 نفر به شهادت رسیدند. موارد خشونت بیشتر از سالهای گذشته است. تا به حال در حدود 70 مورد خشونت علیه ژورنالیست‌ها در سال 2016 ثبت شده. چیزی که زیاد تکان دهنده است، یک مقدار مایوس کننده هم است که برخورد نادرست برخی از مقامات حکومتی یک بخش عمده خشونت علیه خبرنگار را تشکیل می‌دهد. آنان می‌گویند که با ایجاد حکومت وحدت ملی آزادی بیان نیز محدود شده و تلاش‌های نیز جریان دارد که آزادی بیان بیشتر از پیش محدود گردد. به گفته مسئولان این مرکز، خبرنگاران و رسانه‌ها هنگام کار علاوه بر مشکلات امنیتی و مشکلات قانونی نیز مواجه‌اند. آنان قانون دسترسی به اطلاعات را در این بخش مثال می‌دهند که هنگام مخفی نگه داشتن اطلاعات، مسئولان ارگان‌ها را از نظارت قانونی مسئول نگه داشته است. و مسئولان مرکز هماهنگی خبرنگاران میخواهد تا بر این قانون تجدید نظر شود. قانونی که حدود 1.5 سال قبل، البته به نام قانون، قانون نامنهاد حق دسترسی به اطلاعات از جانب رئیس جمهور توشه شد، یک دستورنامه اخلاقی است و بس. او تا به حال چارچوب یک قانون ندارد. با طرح‌های جدید، با آگاهی‌های جدید، با معلومات بیشتر محدود بسازند، از بین ببرند. هیچ نیاز نیست که برای بیان آزادانه یک فکر خود آدم سرحد حریم شخصی یک کس را تجاوز بکنه و با هم کلاویز شوند. مرکز هماهنگی خبرنگاران از نهادهای مدافع رسانه‌ها و خبرنگاران می‌خواهد تا برای گفتگو در رابطه با خشونت‌ها بر خبرنگاران و مشکلات قانون دسترسی به اطلاعات گرد هم بیایند و برای حل این مشکل بر طرح مشترک با حکومت کار کنند. خبرهای خارج از کشور پس از این وقفه.
بازم خوش آمدید بیننده خبرهای خارج از کشور از کابل نیوز استیت. کنفرانس آسان و یا کشورهای جنوب شرقی آسیا در لاووس آغاز شد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حاشیه این نشست با اشاره به چین گفته است که کشورهای قدرتمند نباید با کشورهای ضعیف از موقف قوی برخورد کنند. گفته می شود که جنجال بر سر ملکیت بحیره جنوبی چین، مبارزه بر ضد تروریسم، قاچاق انسان و تجارت از موضوعات اصلی این نشست بوده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پس از آن که همتای فیلیپینیش وی را حرامزاده خطاب کرد، ملاقاتش را با رئیس جمهور این کشور لغو نمود. اوباما قبلا گفته بود که در ملاقاتش با رئیس جمهور فیلیپین موضوع قتل‌های غیرقانونی در مبارزه علیه قاچاق مواد نشه‌آور را در فیلیپین مطرح خواهد کرد، اما رئیس جمهور فیلیپین در پاسخ به وی بر رسانه‌ها گفت که اگر اوباما این موضوع را مطرح کند، وی را در محضر عام دشنام خواهد داد. رسای جمهور آمریکا و فیلیپین برای اشتراک در کنفرانس آسیان به لاوس سفر کردند و قرار بود که در حاشیه این نشست با هم ملاقات کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای ادای احترام به اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین ازبکستان که چند روز قبل درگذشت به ازبکستان سفر کرد. وی در حالی که شوکت میرزایوف صدر اعظم ازبکستان همراهیش میکرد، بر مقبره اسلام کریموف در شهر سمرقند اکلیل گل گذاشت و با اعضای خانواده وی ملاقات کرد. اسلام کریموف پس از 27 سال حکومت جمعه گذشته به عمر 78 سالگی فوت کرد و وی از متحدان نزدیک روسیه شمرده میشد. مجموعه خبری ما در همین جا پایان رسید. سپاسگزارم از همراهیتان. الان نگهدارتان.